54 تومن مالیاتشه پشام. بچه ها فقط ببینید به چه روزی افتاد. بچه ها ما اومدیم کف کره در قلب تهران، یا قلب کره در کف تهران، نمیدونم، ولی اومدیم اینجا. خیلی خفنه، خیلی باحاله. تا آخر این ویدیو حتما همراه ما باشید، کلی کارهای جدید و قراره با هم دیگه تجربه بکنیم. برو دیگه. اومدیم یه رستوران کره‌ای خیلی خفن، قرار بیاریم توش کل غذای مختلف تست بکنیم دیگه. همین دیگه، بریم ببینیم چجوریه. من خودم تا حالا نرفتم رستوران کره‌ای، فکر کنم که خیلی خوشمزه و جالب و خفن باشه. متاسفانه مثل این که پره دوستان و نمیتونیم الان بریم. بذار از این ورش ببینم چجوریه. متاسفانه باید سب کنیم تا خالیش. فقط ببینید چقدر شلوغه، یعنی پره پره. چقدر خیلی باش رزرف میکردیم، همینجوری سرمون انداخت پایین اومدیم بسیم کنه. اصلا فکر نمی‌کردم اونقدر شلوغ باشه. میگم خیلی خلوت. منم گفتم ساعت خلوت. آره، میگم شب باشه شلوغ باشه. ولی دیگه کجا می‌ری؟ کجا می‌ری؟ ها اون بره، اینجا نیست. این دره نیست، درش از اون بره. ما بگم شیزه خود کورگان. من حقه فیلم برداری ما ازت میگیرم. عکس که نمیخوای، ویدیو دیگه. اوکی. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. خب آقا تا اینجاش که آره اون وایب کره‌ای بودن رو میده، فقط خیلی شلوغه. فکر می‌کنم خیلی خلوت‌تر باشه. آره تازه به خاطر موزیک شاید کپی‌رایت هم بخوریم. آره اینجا یه موزیک قاطیش میندازن. آه نه، نویزش رو میگم که صدای خود هم میگم. سعی میکنم دوشی موزیک هم که همه بی تی اسی و پینکی چی بود هم میگید بودشون پینک بود پینک فلوید ما زیاد سرشه روی زمینه ند پینکیو و پیرسینگ هم رو دیدی؟ آره دیدی سرشان جدید چی بگیری؟ دلیش تو خدا باید اسکن کنیم برای منو نداره؟ نمیدونم، من اصلا اطلاعی ندارم. به نظر من اشغال واقعی اینجاست. بچه ها نشستن اونجا دارن اشغال میکنن. اینجا برای دختر هاست، چرا زومی؟ اینجا برای پسر هاست. دوست عزیز، من منو میتونم بخورم. With you I don't ever feel calm. بزار دارو دیگه نمیده که چکار کنم را هر ویلاگ یو حالا چیو بپرسیم این کارا برای من شکل اینجا میان دیگر انجام بکنم.
متاسفانه اینقدر صدای موزیک و صدای محیط زیاد بود توضیحات این دوست عزیزمون نمیتونستی راحت بشنید، برای همین صدا رو قطع کردم تا خودم بهتون توضیح بدم. من ازش خواستم تا کره‌ای ترین غذاهاشو برامون بیاره و بود جیگه یکی از اون غذاها بود. جیگه به معنای جیگر نیست دوستان، منم این فکر رو میکردم، جیگه به معنای برنجه و بود جیگه ترکیبی از نودل و فلفل دلمه‌ای و لوبیا چیتی و از اینجور چیزا بود که با برنج سرو میشد و همونجا رو میز میووردن و روی گاز آماده میکردن برامون. غذای بعدی مندو بود که وای واقعا خوشمزه بود. یه حالت کوفته داشت ولی در واقع یه سری خمیری بود که توش پر از گوشت چرخ کرده و پیازچه و اینا بود با یه سس مخصوص سویا که اصلا دیوونه میشد انقدر خوشمزه بود این غذا. شبیه اون کوفته های پاندا کنفوگار بود، اون کلوچه هاش اون شکلیه، ولی ازش پرسیدیم گفت اونا ژاپنیه و اینا نداشتن، اما این خب خیلی شبیهش بود و واقعا هم خوشمزه بود. بقیه کاراش با تو بعد به ساعت من برم شوگر مامی دیگه شوگر مامی ما فرستادم بره حساب کنه. آقا من موقعی که چیز جدید میخوام تست کنم خیلی اکسایتدم، خیلی هیجان زدم، بعد حتی اگه بدمزه باشه خوشم نمیاد، فقط چون جدیده خب خیلی دلم میخواد که تست کنم ببینم چجوری. الان همین جوری هم خیلی ذوق زدم زودتر بیاد ببینم چه مزه‌ایه و همین دیگه. اون کلوچه پاندا کنفوکاریاش هم که فهمیدیم که اصلا ژاپنیه، مثلا من فکر میکردم چینیه، اینا نداشتن اصلا. اینم قیمتاشه، اینجوری که میبینیم مندو 250 تومن، اون بوده جیگه 320 تومنه، دوغم که ایچی دوتا دوغه دیگه، نسبتا خوب شد قیمتش نه مناسبه. کوریا این غذا رو فقط با دوغ میخورن. آره با دوغ میخورن. من پیشنهادم به شما اینه که حتما دوغ بخورید باشید. من نمیدونم ما ایرانی ها با کباب کوبی رو میزنیم. نمیدونم که ما ایرانی ها دوغ میخواییم خوابو میبره چورت میزنیم. بچه ها اینجا رو فقط ببینیم 54 تومن مالیاتشه پشما، من نمیدونم واقعا برای چی. اینا با مندوه something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. تو عطر برنجش خدا وکیلی برنج کباب کوبیده است، یعنی جون میده بغلش یه کباب کوبیده بزنی. خدایا اصلا این بار کباب هم توش اینقدر بوشو میده. راست میگه دوغ فیروزکو ناموزم به این داستانا اصلا نمی. بچه ها مسیح پشماش ریخ اولین گازیو که زد. وای تو رو خدا بیا از منم بگی میخوام بخورم، تو رو خدا. خیلی خفنه، اصلا نمیتونی تصور کنی. بچه اون سوسش دیوونه میشه. این سوس گفت سوس سویاست. خیلی خوبه، احساس من خیلی سالمه. همه چیز سالم. حالا یه سوال دارم، ناموس هم برنج رو چجوری با این چاپستیکا میخورن؟ چون شکست واقعا چجوری؟ اومد
قبل خورشته بوده جیگر، گفت جیگر میشه برنج به کره. اینو گفت مثل خورشته خودمون میریزن رو برنج، برعکسش هم میتونن انجام بدن، آبش هم رو برنج میتونن بریزن. یه مدلای مختلفی سرو میشه که من همون جوری که خودشو میخورم میخوریم دیگه. الان میریزیم روی برنج مثل خورشته، میزنیم بر بدن، جای همتون خالی، خیلی خفنه. زدیم ترکوندیم، ساب لایت زنگوله کامل فراموش نشه. نه اوکی، اینو این وسطاش گفتم. قراره بعد از اینجا بریم موهای پیکو رو بزنیم، پیکوی شیطان کوچولو پسر مهسا. مهسا رو که میشناسی، خواهر مهسی، همون بی ادبه، همون. آقا ما بالاخره رسیدیم، قراره موی پیکو رو بزنیم. پیکو خدافزی کن با موهات. اصلا باید بیانیم اول ماشینش میگیره. مهسا سلام کن به دوستان. سلام. 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 داری به خوب ماشین میجوی نفس ها جم. چه برقی داریم ما. بح بح بح. بچه ها فقط ببینید به چه روزی افتاد. سلام عمو مسی دیدتون. چرا این شکلی شدی؟ دایی جی توت. آره وای.